تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رم چند دقیقه یه تفسیری ساده و روان و فشرده قطره ای ما داریم. به نصف قرآن رسیدیم و داریم از نصف رد میشیم. سوره کهفیم، آیه 67 68 69 70، این چهار تا آیه رو با هم چون به هم بنده میگیم. قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. کسی از موسی پرسید باسوادترین مردم کیه؟ گفت من. خدا گفت نه، از تو باسوادتر هست. نشونه داد، رفت حضرت خضر رو پیدا کرد. حال اینها مصاحبه میکنه. موسی گفت از زمدی عقب درا بیفتم، از چیزایی که خدا به تو داده یه چیزم تو یاد ما بدی. من میخوام شاگرد بیابونی تو بشم، تو بیابونا عقب بیام، یه چیزایی که خدا به تو داده به من بده. پیغمبر اولوالعزم مثل موسی داره شاگرده میکنه. آرمون نباشه یه وقت استاد دانشگاه هستیم یه چیز بلد نیستیم بپرسیم، آیت الله هستیم یه چیز از طلبه بپرسیم، چه اشکال داره؟ در اسلام داریم که اگر آیت الله یا هر آقایی پیش نمازه شک میکنه بین 3 و 4، یعنی 3 شو از سجده برداشته نمیدونه بهشون اشهد الله اله الا الله بگه، بگه بحول الله. اگر یک عوامی پشت سرش گفت بحول الله، یعنی آقا پاشو، این آیت الله باید به تبع او، چون اگر گمان پیدا کنه از حرف او باید پاشه. این که حال من پیش نمازم چرا گوش بر فوهر بدم، این حرفا نیست. در مصاحبه موسی خضر به موسی گفت، قال حضرت خضر گفت انک لن تستطیع معی صبرا، تو استطاعت نمی کنی، یعنی تو نمیتونی با من صبر کنی، تو میبری به ستراح، چون من دست به کارهای خام زدم که تو تحمل نمی کنی. البته تقصیرم نداری. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چطور میتونی صبر کنی چون خبیر نیستی قصه چی میشه، جیغ میزنی. ببین یه کسی رو میزنه، ما میگه آخه چرا بهش میزنی؟ خب اون نمیدونه که چه کرده که داره کتک میخوره، چون نمیدونم که چرا میزنی. تو حوصله‌ات نمیرسه انتقاد خواهی که از من، علت چم اینه که تو خبر نداری قصه چیه. با کیفت اصبرو الا ما لم تحط به خبره، نمیتونی صبر کنی چون خبرویت نداره، نمیدونه. موسی تو این مصاحبه قول داد. قال موسی گفت ستجدنی ان شاء الله صابرا، ان شاء الله خواهید که من صابرم. خودش درسه که هیچ وقت نگو من قول میدم، ان شاء الله رو یاد نره. آیه قبلم داشتیم، هیچ وقت نگو من چه میکنم، ان شاء الله. ولا اعصی لک امرا، من قول میدم که هر چی گفتی گوش بدم و ان شاء الله اگر یه چیزی دیدم که تو ذوقم خورد و نپسندیدم، ان شاء الله دندوز از جگر میذارم. قال خیز گفت فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء، پس عقب مبیا حرف نزن، چیز از من نپرس، خودم برات میگم قصه چیه. خب این آیه 67 68 69 70 این گفتگوها بود. چی از این گفتگوها یاد میگیریم؟ یه نکاتی هست که خدمتتون میگم. یکی این که اینا دیگه حالا دنیای تعلیم و تربیت روانشناسا اینا خیلی باید روش کنه. یکی که مربی و معلم باید ظرفیت شاگردش رو بدونه. انک لن تستطیع معی صبرا، گفت تو ظرفیت نداره. از این معلوم میشه که موسی که اومده شاگرد خضر بشه، اول خضر گفت تو ظرفیت نداره. مربی و معلم باید ظرفیتش رو بدونه. در واگذاری مسئولیت های فرهنگی باید لیاقت ها شناخته بشه، ضعف ها گوش زد بشه. انک لن تستطیع، تو به درد این کار نمیخوری. سلام و صلوات خدا بر پیغمبر. به ابی ذر گفت انی اراک ضعیفا، تو آدم ضعیفی هستی. فلا تولین علی اثنین، تو مدیریت برای دو نفرم نمیتونی بکنی.
چون سلمان نعرکش بود، فریاد زن بود، یک انقلابی مخلص زاهد فریاد میکشید. سلمان آروم بود، ابیذر فریاد میزد، ولذا سلمان را پیغمبر استاندار مدانش کرد، ابیذر هیچ وقت پستش نداد. یه جای ابیذر به درد میخوره دان، یه جای سلمان به درد میخوره، چون ظرفیت افراد بر آگاهی متفاوته. گاهی وقتا موسی هم تحمل کارهای خضر رو نداره. رشد علمی بدون صبر نمیشه. گفت انک لن تستطیع، مثلا کسی میخواد رشد علمی کنه باز تندوس جگر بذاره، بالاخره هجرت داره، فراغت داره. اگر شوبرت میخوای باسواد بشه خب باید بره کتابخونه. نه آخر اول شب یا میخوام فیلم ببینیم، میخوام بریم پارک، میخوام بستنی بخوریم، میخوام با هم تخمه بشکنیم، خودگی شوبرت باسواد نمیشه. من دیدم عالمی رو بچه‌شو بغل گرفته بود تو خونه بچه‌داری می‌کرد. گفتم چرا بچه بغل گرفتی بچه‌داری می‌کنی؟ گفت زنم بی‌سوادم، میره کلاس‌های نهضت سواد آموزی می‌خواد باسواد شه. تشخیص دادم که من آیت الله تو خونه بچه‌داری کنم دست خارج می‌دسم، که من تو خونه بچه‌داری کنم که خانمم باسواد بشه. بالاخره اگر می‌خواد رشد کنید یه سختی‌هارم با تحمل کن. بسیاری از مجادلات و کودرت‌ها در اثر بی‌اطلاعی افراد از افکار و اهداف همدیگه. خیلی‌ها که با هم برخورد می‌کنن همدیگه رو نمی‌دونن. مثل که سه نفر رسیدن به هم، یکی میگفت انگور، یکی میگفت عنب، یکی میگفت اوزون، ترکی، عربی، فارسی. آخه چی گفت بابا همتون یه چیزی میگید، زبون هم نمی‌فهمید. گاهی وقتا میگه که گاهی استکاک‌ها، درگیری‌ها برای که زبون همدیگه نمی‌فهمن. خب آگاهی و احاطه علمی ظرفیت انسان رو بالا میبره. میگه کیف تصبر علی ما لم تحط به، چون خبر نداری حوصله‌ات نمیرسه. اگه آدم خبر داشته باشه که این دوای تلخ نتیجه شفاست، دوا هرچند تلخ باشه میخوره، تحمل میکنه. چرا؟ برای که خبیره، خبر داره که این دارو شفا بخش. با صبر و لطف الهی میشه به رشد رسید. باید گفت انشاءالله صبره، باید صبرم از خدا خواست، خدا کنه خدا صبرم بده. افرادی که داغ میبینن مشکل دارن از خدا بخوان صبر. حضرت خضر پیغمبر بود و معصوم بود، چون موسی بود گفت که لا اعصیله کمرا، هرگز خلاف کارتو نمی کنم. این که قول میده که من خلاف تو انجام نمیدم، هر چی بگی گوش میدم، پیداست معصومه. آدم اگر معصوم نباشه که نمیدونه بگه هر چی گفتی من پیروی میکنم. این معصوم است که میگه اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر. اولو الامر باید معصوم باشه، چون وگرنه میگفت اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر الا کجا. در پیروی از پدر و مادر میگه و بالوالدین احسانا اما اگر، و این جاهدا که الان تشتک یا لتشتک، اگر پدر و مادر خواستن چپت کنن وایستا، اونجا دیگه گوش به پدر و مادر نده. پدر و مادر معصوم نیستن، ولذا پیروی از پدر و مادر محدوده. پیروی کن، پیروی کن، پیروی کن تا اینجا. اگر پدر و مادر خواستن منحرفت کنن به سوی غیر خدا وایسا، اونجا پیروی نکن. اما وقتی میگه از اول الان پیروی کن، دیگه هیچی نمیگه، الا نداره، پیداست اول الان معصومه. اینجا موسی به خدا میگه هر چی بگی گوش میدم. یعنی چه؟ یعنی تو معصومی. تعهد گرفتن در مسائل علمی و تربیتی جایزه. آدم تعهد بگیره من یاد دادم به شرط اینکه، اینم گفت به شرط اینکه، فاین اتبعتنی فلا تسالنی، به شرطی ما استادت میشم که چیزی نپرسی، حرف نزنی. یعنی گاهی آدم لازمه تعهد بگیره. خب سوال کردن زمان داره، شتاب زدگی ممنوعه. گفت فلا تسأل نیمتان، نگفت چرش و کورشو، گفت حتی احدث لک من ذکرا، خودم برات میگم تو دست پاچه نشو. سوال درسته، منتها عجله نکن در سوال. تمام کارهای انبیا منطق داره، حکیمانه است، و استاد و مربی بود از ذهن شاگرد ابهام زدائی کنه. خیز یک کارهای که موسی داد زد، جیغ زد، چرا این کار میکنی؟ اما بعد ابهام رو از ذهن موسی برطرف کرد، گفت اما این کار، اما این کار، اما این کار، توجیه کرد. خب این آیه 67 تا 70 در این جلسه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.